سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز و فارسی زبان. در یک برنامه دیگه از مجموعه فرکانس دست داریم به شما در خصوص اعلام رسمی مواردی که در معاملات یا در مرابطاتتون با اتباع خارجی یا در ترک ها در واقع بایستی بهش توجه بکنید اشاره کنیم. ببینید، در ایران اگر آشنایی داشته باشید، چیزی وجود داره در دادگاه ها به اسم اظهارنامه. یعنی شما هر چیزی رو که بخواید به صاحب ملکتون، به مستاجرتون اعلام بکنید یا به کسی که ازش طلبکار هستید یا کسی که بهش بدهکار هستید، اینها رو اگر شفاهی بهش بگید یا تلفنی بهش بگید یا ایمیل بزنید یا مسیج بزنید، اینها نزد محاکم سندیت قانونی نداره و بعداً مثلا ممکنه که برای شما در واقع مشکل آفرین بشه. مثلا به عنوان مثال، اگر شما به حساب ملکتون میخواید بگید که ایراد داره این خونه یا این مسائل رو داره، شما باید بیاید اینو درست بکنید و ایشون بگید که بسیار خوب حالا درست میکنم، یا شما بپردازید از کرایه کم بکنید، ایشون میتونه از شما شکایت کنه که چرا از مبلغ اجاره کم کردید و چون شما این رو به صورت رسمی بهش اعلام نکردید، در واقع میتونه علیه شما اقامه دعوی بکنه. راهی که ما به شما پیشنهاد میدیم این هستش که از طریق نوتر یه دونه در ترکی بهش احتارنامه یا همون اختارنامه یا در اصطلاح رایج فارسیش اظهارنامه براش بفرستید و بهش اعلام کتبی بکنید. مثلا خونه شما این ایراد رو داره، من میخوام که این هزینه رو بکنم، از کرایه کم خواهم کرد. و ایشون الان به طبعا اگر اختارنامه اول رو جواب نداد، شما به اختارنامه دوم رو هم براش بفرستید، چون سندیت اون موقع پیدا خواهد کرد که اختار دوم رو هم کشیده باشه. ممکن از شما سوال بکنه که تو با من صحبت کرده بودی، چرا اختارنامه فرستادی؟ میگید که برای به خاطر اینکه قانونی باشه من این کار رو کردم. در مواردی که احتمال میدید که بعداً با صاحب ملکتون مشکل پیدا بکنید یا با کسی که باش مراوده تجاری دارید، نقل قول ها رو بعداً قبول نداشته باشه، حتما به صورت اعلام کتبی یا احتارنامه از نوتر انجام بدید. هزینه در حدود 50 الی 70 لیر در واقع میپردازید و این رو اعلام رسمی میکنید. در قراردادهای تجاری و مراودات تجاری بزرگ بسیار بسیار حائز اهمیت است. متشکرم. خوبم. خاطرو. عرضه